قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق طی اظهاراتی از کشورهای جهان خواست شهروندان خود را از, اردو... از اردوگاه الهول سوریه خارج کنند اردوگاه الهول سوریه جایی است که زنان و فرزندان فرزندان به جا مانده از سنی های تندروی داعش در آن زندگی می کنند روزنامه القدس عربی به نقل از دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد قاسم العرجی در دیدار با هیئت مبارزه با تروریسم شورای امنیت ضمن اشاره به اینکه اردوگاه الهول سوریه تهدیدی برای عراق محسوب می شود از کشورهای جهان خواست شهروندان خود را از این اردوگاه خارج کنند طبق این بیانیه العرجی ریاست نشست بین مسئولان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی عراق و هیئت مدیریت اجرایی مبارزه با تروریسم شورای امنیت را که از سوم تا هفتم جولای جاری در عراق به سر می بردن بر عهده داشت. الارجی در این دیدار تاکید کرد عراق خط مقدم مبارزه با تروریسم در جهان محسوب می شود و فداکاری های بسیاری در مقابل با خطر گروه های تروریستی داشته و فتفای جهاد کفایی نیز نقش بزرگی در نابودی گروه تروریستی داعش ایفا کرد. مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به اینکه نابودی داعش با اراده و دلاوری نیروهای امنیتی عراق محقق شد تاکید کرد جامعه بین الملل باید به حمایت خود از عراق به ویژه در بستن پرونده اردوگاه الهول سوریه ادامه دهد با کشورهای جهان باید شهروندان خود را از این اردوگاه خارج کنند تا تهدید و خطر آن برای عراق پایان یابد یک ماه پیش دولت عراق 500 خانواده شامل زن و کودک از ساکنان اردوگاه الهول سوریه که از اطباع عراق بودند را به این کشور بازگرداند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 56000 هزار تن در اردوگاه الهول به سر میبرند اردوگاهی که از آن به بمب ساعتی یاد می شود جایی در شمال شرق سوریه و در ده کیلومتری مرز عراق اداره این اردوگاه را نیروهای دموکراتیک کرد موسوم به قصد بر عهده دارند این اردوگاه همچنین حدود ده هزار نفر از اعضای خارجی داعش را در خود جای داده است. از دیگر ساکنان این اردوگاه خانواده آواره های سوری و عراقی است که برخی از آنان همچنان با سنی های تند رو داعش ارتباط دارند. علی اکبری اخبار شیه. <applause>